صدای من هست بچه ها براتون؟ خب تصویر رو هم دادیم ما، تصویر هم هست. حالتون چطوره؟ خوبین؟ ردیفین؟ سرحالین؟ قبراقین؟ شکر خدا، الحمدلله. شما متعدد چند میشین؟ او 85-86 یا علی. من اولین شاگردهایی که داشتم متعدد 66 بودن، یعنی اولین شاگردان متعدد 66 بودن. یعنی ماشاءالله خودم به این زومش برداشته شد. خب بریم کار رو شروع کنیم، ببینیم که چیا داریم. من رو گفتن به شما همه اونایی که آره، شما دقیقا 20 سال بعد از خودتون، مگه چند سالتونه؟ چند میخوره بچه ها؟ میخوره متعدد چه سالی باشم؟ 55؟ نه بابا دیگه، اینقدر خوبم نموندم دیگه. نه خب یکی بچه که خیلی خوب نوشته، نوشته 30-40 سالی، دیگه بازی 10 ساله رو در نظر گرفته، خیلی هم خوب. خب بیاییم ببینیم. همونه که سر من دارن اول یه یک بزنن که کار رو شروع بکنیم. من یه توضیح هم بدم که چی کار میخواهد بکنیم. همونه که سر من رو بیشترن یه یک بزنن. خب من چند تا موضوع بگم. موضوع اول، من دانش آموز بیحال نمیخوام. یعنی تو حتما باید تو این چت اینجا سرحال قبراق باشی، جواب بدی، منو سرحال بیاری و دمت گرم. موضوع دومی که وجود داره اینه، ما اومدیم امروز یه خلاصه ای برای شما از دو تا فصلتون در نظر گرفتیم. خوب گوش بدی قشنگ. از دو تا فصل براتون خلاصه در نظر گرفتیم. دو تا فصلی که بچه ها من کار هستیم، من معلم کنکورم، معلم پایه نیستم، معلم کنکورم. اما از اونجایی که توی آموزش‌های آنلاین کلن ما دیدیم پایه‌های بچه‌ها چقدر مشکل داره، با مجموعه تصمیم گرفتیم یه دفعه بیاییم از پایه یه سری چیزایی که خیلی مهمه رو بهتون آموزش بدیم. ما دیدیم بچه‌های کنکوریمون، بچه‌های حالا سال 11ام‌مون توی این معادله‌های توانی، روابط توانی، اتحادا عجیب غریب ایراد دارن. یعنی ما سالهاست داریم می‌بینیم دانش آموز اومده رسیده به سال کنکورش، هنوز اتحادا رو درست درمون بلد نیست. به همین خاطر تلاش می‌کنیم توی این جلسه برای شما این دو تا فصل مربوط به توان و ریشه و اتحاد رو تا اونجایی که میشه دوره بکنیم. هر چقدر اوضاعتون خوب بشه، اوضاع اوکی باشه، ردیف باشه، ما هی سطح سوالات رو میبریم بالاتر تا هر جایی که تو بلد باشی من سوال خفن میارم حل بکنی بریم بالا. خب بریم ببینیم اوضاع چطوری. از صفر صفر یه چیزی هم بهتون بگم بچه ها، ما اصلا روند کاریم اینه، از صفر صفر یه چیزی رو شروع میکنم به انتهای قضیه میرسونم. از صفر به صفر صفر دستی فرد شد. خب بچه ها صدای من هست الان؟ چون صدا تصویر پرید. تصویرم که اومد، درسته؟ تصویرم اومد؟ بله. خب عرض کردم خدمتتون، ما
روشمون اینه که از صفر صفر کارو شروع میکنیم و میبریم بالا داستانو. پس قطعا از آسون ترین چیزا شروع میکنیم. شما همیشه باید یک آموزش کامل بگیرید. بریم ببینیم اوضاع چجوری. خب اول بریم سراغ یه سری از ویژگی‌های توان و ریشه. میگیم اگه عدد رو برعکس کنیم، بچه‌ها تصور کنید شما مثلا دارید آ به توان دو، خب اگر این رو بخواید برعکسش بکنید توانش حتما منفی میشه. یعنی من اگه یه عبارت داشته باشم تو مخرج باشه ببرمش تو صورت، توانش منفی میشه. اگه تو صورت باشه بیارمش تو مخرج، توانش منفی میشه. یعنی چی؟ یعنی توانش تو یه دونه منفی ضرب میشه. بهداد طاهری هستم. اگر دوست داشتین تو اینستا هم طاهری آندرلاین مرداد رو دنبال کنید خوب میشه. خب بیاید ببینید. حالا پس اگر مثلا ما داشته باشیم x به توان منهای 3، اینو ببریمش توی مخرج توانش مثبت میشه. پس شما کلا باید اینو بدونید که اگه چیزی تو مخرج باشه بره تو صورت، توان منفی میشه. چیزی تو صورت باشه بره تو مخرج، توان منفی میشه. کلا دنبال قرینه کردن توان هست. خب ضرب و تقسیم پایه های یکسان. بچه ها شما اگر پایه هاتون یکی باشه، توانها تو هم دیگه ضرب بشن، توانها با هم دیگه جمع میشه. اگر پایهاتون یکی باشه به هم تقسیم بشن، توانها از هم کم میشن. پس به من جواب بده ببینم وقتی که دارن تو هم دیگه ضرب میشن، توانا چه اتفاقی براشون میفته؟ توانا چه اتفاقی میفته؟ بدو بدو بیاد نباشه اتفاقی، بدو 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 جمع میشن. حالا اگر تقسیم بشن توانا کم میشن. باریکالله آفرین. گاهی اوقات بچه ها برعکس اینو بهتون میدن ها. یعنی داریم مثلا تو سال 11 هم میبینیم که تو توان جمع بوده، بعد من اونجا بچه ها میپرسم، میگم بچه ها وقتی تو توان جمعه یعنی داشتن این دوتا تو هم چی میشدن؟ این دوتا داشتن تو هم چی میشدن؟ بگو ضرب میشدن. و اگر تو توان منها داشته باشیم یعنی داشتن به هم چی میشدن؟ تقسیم میشدن. دم شما گرم. خب حالا اومدیم و آقا ما پایه‌هامون یکسان نبود ولی توانا یکسان بود. یعنی مثلا تصور بکنید شما داشتین آ به توان ام ضرب در بی به توان ام. یعنی ما توانهامون یکیه ولی پایه‌هامون دیگه یکیست. تو این حالت یه پرانتز بذار قربونت برم، توان ام این دوتا رو تو هم دیگه ضرب کن میشه آ ضرب در بی کلن به توان ام. قبوله؟ اونایی که تا اینجا رو متعلق شدن یه یک بزنن، من کیف کنم بینم. اونایی که متعلق شدن یه یک بزنن، ماشاءالله به انرژیتون. باریکالله. خب اما بعدی میگه اگر عددی توان داشت و دوباره به توان رسید. بچه ها یعنی شما تصور کنید مثلا داشتید آ به توان ام دوباره اینو به توان رسوندید. اگر دوباره اینو به توان برسونید توانهاشون رو تو هم دیگه چیکار میکنیم؟ ضرب میکنیم. یعنی مثلا من اگر داشته باشم دو به توان سه به توان چهار، این دوتا تو هم ضرب میشه دو به توان دوازده. حله؟ خب باریکالله. بذار ببینیم کیا دوست دارن رشته تجربی برن. خب ماشاءالله فکر کنم فقط من نمیخوام رشته تجربی. کیا دوست دارن رشته ریاضی برن؟
خب من دوست دارم ولی سخته. ببین بچه‌ها، من خودم دانشگاه علیم کبیر لیسانس خوندم، فوق لیسانس دانشگاه تهران خوندم، خب مهندسی مواد خوندم دیگه، ورودی 84 سال، یعنی ورودی سال 84 دانشگاه، یه قبل از که شما به دنیا بیایید ما دانشجو شده بودیم. عرضم به خدمتتون که خب خیلی واقعا لذت داره، میگم به خانم خیلی لذت داره خوندن تو دانشگاه سراسری، دانشگاه آزاد زیر سوال نمیبرم، ولی خیلی لذت داره برای خوب درس خوندن دانشگاه سراسری باشی. حتما 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 با این تغییراتی هم که برای شما داره ایجاد میشه، هم دهمه مهمه، هم یازدهمه مهمه، هم دوازدهمه مهمه، خوب درس بخونید، خودتون از این لذت محروم نکنید. واقعا 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 کیف داره. اصلا ببین مثلا تصور کن چه رشته تجربه بشه، چه رشته ریاضی بشه، از اون سردر دانشگاه تهران که میری تو اصلا کیف میده بهت، یه حس غرور باحالی داری. واقعا 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 من اسمتون بگم، من خودم به شخصه کسی بودم که حالا چون خیلی زمان ما امتحان نهایی یا اینا مهم نبود، خیلی سخت کشیدم سال کنکورم، یعنی من شاید عرضم به خدمت شما که سال کنکور توی دیماه و اینا روزی 14 ساعت درس میخوندم. چرا؟ چون دوم دبیرستان، سوم دبیرستان که میشه همون دهم یازدهم شماست، خیلی خوب نخونده بودم. اما الان شماها دیگه اون فشار رو تو سال کنکور تجربه نخواهید کرد، چون داره براتون پخش میشه، میره تو دهم، میره تو یازدهم، میره تو دوازدهم. درست درمون بخونید، منظم بخونید، راحت میتونید رشته ای که دوست دارید رو قبول بشید. نمیگم چه رشته ای، چون واقعا مهمه که تو چه رشته ای علاقه‌مندی و اونجا موفق خواهید شد. خب حتمنه. نمیگه بگیم مثلا 3 ساعت میخوندم در دقیقه استراحت، 3 ساعت میخوندم در دقیقه استراحت، حتما میتونید نتیجه بگیرید، خیالتون راحت بشه. اما بیا ببینیم میگه اگه پایه منفی باشه چی میشه؟ بچه ها پایه میخواد منفی باشه. مثلا شما یه عدد منهای 2 داری به توان 2 میرسونی، یه عدد منهای 2 داری به توان 3 میرسونی. به من بگو ببینم توی بالایه منفیت به میره یا توی پایینیه؟ تو بالایه منفیت به میره یا پایینیه؟ بالا. آها، توانهای زوج منفی رو از بین میبرن، یعنی این منهای 2 به توان 2 که میرسه 4 میشه، ولی این منهای 2 به توان 3 که میرسه منفی 8 میشه. توان فرد منفی رو از بین نمیبره. حالا یه چیز دیگه بچه ها، مثلا من اگر داشتم منهای 2 به توان منفی 2، اینجا جواب من چند میشه؟ هر کی جواب بگه جایزه داره ها. منفی 2 به توان منفی 2 جواب چند میشه؟ جواب. آها، باریکی الله، ماشاءالله اکثرا گفتن 1/4 رو. چرا؟ توان زوجه که منفیش رو عبده میبره، چون منفی داره میاد تو مخرج میشه 1/4. دمتون گرم، باریکی الله، آفرین. حالا جایزتون چیه؟ این که من معلمتونم، یعنی جایزه از این بهتر من دارم به درس میدم، بهترین جایزه ممکنه. پانتا نگاه کن، قبول داری توان دوه این منفی پشت این رو عبه میبره؟ خب وقتی که اون منفی رو عبه میبره پس میشه 4، اما توانمونم پشت کلش یه منفی داره، اون منفی پشت کله توان باعث میشه این برعکس بشه. قبوله؟ خب دیگه چی داریم؟ خب بیایم اینجا، طراح خواسته اینو ما حساب بکنیم ببینیم که چنده. بچه ها
نه آسو نگاه کن، آسو نگاه کن، تو یه منفی رو توان داری. منفی توان وظیفش فقط برعکس کردن ها، منفی توان وظیفش فقط برعکس کردن، نه هیچ چیز دیگه. فقط باید برعکسش کنه، همین، هیچ چیز دیگه نیاز نداره. اون منفی که پشت اون عدد از توی توان، اگه توانت زوج بود منفی میپره، اگه توانت فرد بود منفی سر جاشه. اوکی خانم؟ خانم اوکیه؟ خب اما بریم سراغ این چند تا سوال. میخوایم با هم دیگه تمرین حل کنیم ببینیم اوضاع به چه شکل میشه. بچه ها یه چیز بهتون بگم قبلش، یه لحظه، همون یکی صدای من دارن یک بزنن دوباره، همون یکی صدای من دارن یک بزنن دوباره. خب یه چیز بهتون بگم، بزرگترین چیزی که هر دانش آموزی از نظر من باید یاد بگیره تو ریاضی، نحوه ریاضی خوندنه. شما خیلیاتون ریاضی رو خوب بلد نیستید بخونید، اصلا گیرتون اینجاست، اصلا نمیدونید چیکار باید بکنید. خیلیاتون دیدی اینجوری میگی، میگه آبا من اول حل اینو نمیدونم چیه، ولی تا معلم اولش رو میگه تا تهش رو حل میکنم. کیاتون اینطوری هست که اول حل رو نمیدونی چیه، تا یه نفری میگه که مثلا این اینجوریه میگه بقیهش رو تا انتها حل میکنی. خیلی ها تو مشکلتون اینه دیگه، ماشاءالله نگاه کن همه داره همینو میگن. آقا گوش کن گوش کن گوش کن، اولین راه حلش چیه؟ از منی که معلم کنکور آمدم کمکت کنم استفاده کنم. مجموعه خیلی زحمت کشید تا این کلاس ما بتونیم براتون اوکی بکنیم، یعنی همکارا واقعا زحمت کشیدن اینجا. خوب گوش کن، اولین گام اینه، وقتی من معلم میخوام شروع کنم این سوال رو حل کنم، یه سری توضیحات قبلش میدم، میگم باید این کار رو بکنیم، این کار رو بکنیم، این کار رو بکنیم. بعضی بچه ها احساس کنم معلمه اونجا داره داستان میگه، گوش نمیدن اونا. به محض اینکه یه چیزی نوشته میشه میخ میشن روی تخته. آقا اون توضیحات اولیه کلید حل مسئله است، دید حل مسئله به تو میده که تو اینجور مسائل باید به سراغ چی بریم، چی لازم داریم. پس گام اول اون توضیحات رو خوب گوش کنیم. اوکی این گام اول، پله پله بهت گام ها رو یاد میدم، بیا ببینیم. آقا گام اول حل این سوال، کلن تو سوال های توانی ما ابتدا دوست داریم پایه های کی باشن. پس اول سراغ کیا میریم؟ پس اول سراغ کیا میریم؟ پس اول سراغ کیا میریم؟ جواب 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 جواب، اول سراغ پایه ها. ما دوست داریم پایه ها رو همه رو یکی کنیم، اگه بشه. نشد نمیتونیم زور بگیم، اگه بشه. حالا اینجا رو نگاه کن، الان این پایسه، این پایسه، پس اول سراغ کی باید بریم؟ اول سراغ کی باید بریم؟ اول سراغ کی باید بریم؟ سراغ نو. آفرین. من وقتی میبینم این سه، این سه، اون نو زیگیل اون وسط، نوه رو هم باید جا به جاش کنم. پس به جای نو باید یه چیز دیگه بنویسم. چی بنویسم جای نو؟ جای نو چی بنویسم؟ بگو 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 بگو. آها سر توان دو. پس تو گام اول می نویسم سر توان دو به توان منفی سه تقسیم بر سر توان منهای دو، این سر توان شیش هم بند خدا سر جاش. خب حالا من می پرسم، تو میگی من کیف می کنم. ببین ما کلاسای بچه های حضوریمون مثل گروه سروده، همش بچه هایی باید جواب بدن، هیجان داشته باشن سر کلاس که کیف بکنن یاد بگیرن ریاضی رو. بیا ببینم، اول از همه باید این دوتا الان چه اتفاقی بینشون بیفته، چه اتفاقی بینشون باید بیفته، چه اتفاقی باید بینشون بیفته، ضرب بشه. خب دوتا منفی ستا میشه منفی شیش، سه بدان منفی شیش تقسیم بر سه بدان منفی دو تقسیم بر سه بدان شیش. خب بریم این دوتا رو تقسیم کنیم. ببین میخوام یه جواب به من بدی، اینقدر
سری بنویسی، من اصلا نتونم چتاتو بخونم. وقتی که پایه‌ها برابرن، به هم تقسیم میشن، توانا چه اتفاقی براش میفته؟ چه اتفاقی برای توانا میفته؟ چه اتفاقی؟ چه اتفاقی؟ چه اتفاقی؟ باری کلا کم میشن، میشه 3 به توان منفی 6 منهای منفی 2 پایینم 3 به توان 6. خب آقا منفی در منفی که میشه مثبت، میشه منهای 6 به اضافه 2 میشه منفی 4، اینم 3 به توان 6. آقا تایری دوباره همون اتفاق داره میفته، دوباره پایه ها یکی هم دارن به هم تقسیم میشن، پس توان ها باید از هم کم بشن، یعنی میشه 3 به توان منهای 4 منهای 6 میشه 3 به توان منهای 10. خب پس بچه ها این سبک اول سوالش. حالا اونایی که متوجه نشدن این بعدی ها رو نگاه کنیم، همشون عین هم دیگه است. انقدر برای تمرین حل میکنم تا آخر همه تون حل کنید، قول بهت میدم. بیا ببینیم اینو نگاه کن. گفته 18 پنجم به توان 3 ضرب در 15 ششم به توان 2 چی میشه؟ خب این که به دردمون نمیخوره، ما باید یه ذره ساده مادهش بکنیم دیگه. نه بچه ها به من این جواب بدید ببینم. مرسی مرسی مرسی. 18 رو چی میتونیم بنویسیم جاش؟ 18 رو چی میتونیم بنویسیم؟ 9 در 2 بهتره دیگه، یعنی اون بالا رو بنویسم 9 ضرب در 2 به توان 3 پایینم که یه 5. خب 15 رو چی بنویسیم؟ 15 رو چی بنویسیم؟ 15 رو چی بنویسیم؟ آفرین 3 ضرب در 5. آفرین آفرین. فکر کنم دیگه 6 دیگه تابلو دیگه میشه 3 ضرب در 2. همینجا این 3 ها اصلا میرن، کاری با این 3 ها نداریم، یعنی یه 3 میتونیم از اونجا ساده. حالا اینجا رو ببینید بچه ها، شما وقتی یه پرانتزی دارید که دارن همشون تو هم ضرب و تقسیم میشن، یه توان رو کلش، این توان رو به همشون میتونی بدی، یعنی میتونی بدی 9 به توان 3 2 به توان 3 5 به توان 3. اینجا هم همین کار رو میتونی بکنی، یعنی اینو بگی 5 به توان 2، اینم بگی 2 به توان 2. پس چه کردم؟ حواس به من، من آدم 18 رو نمیشم 9 ضرب در 2، 5 که هیچ، 15 رو نمیشم 5 ضرب در 3، 6 رو نمیشم 2 ضرب در 3. بعد دیدم این سه ها که با هم دیگه میرن، پس این میمونه و این. بهت همین الان گفتم وقتی یه پرانتز دارید اون تو دارن فقط ضرب و تقسیم جواب تفریق نداره، فقط ضرب و تقسیم دارن میشن، شما اون توان رو تاکید می‌کنید فقط ضرب و تقسیم دارن میشن، شما اون توان رو میتونید رو کله هر کدوم بذارید. تا اینجا سوال بچه ها؟ تا اینجا سوال؟ خب حالا ببینید، بریم سراغ پایه های یکسان. ما چیا داریم؟ اینو با این داریم، این دوتا پایه هاشون یکسان، اینم با این داریم، اینا پایه هاشون یکسانه. خب دوست خوب من، به جای نه در گوشی هیشکی نشنبه، به جای نه چی بنویسم؟ به جای نه چی بنویسم؟ به جای 9 چی بنویسم؟ به جای 9 چی بنویسم؟ 3 به توان 2. پس تا اینجا شد 3 به توان 2 به توان 3 ضرب در. خب یه بار دیگه طوفان به پا کن، پایه های برابر وقتی دارن به هم تقسیم میشن چه اتفاقی میفته؟ پایه های برابر وقتی به هم تقسیم میشن چه اتفاقی میفته؟ توانا کم، ماشاءالله، توان این بالا 3، توان این پایین 2، پایه ها برابر توانا از هم کم میشن، 3 منهای 2 1، 2 به توان 1. دوباره این یکی، پایه ها برابر توانا از هم کم میشن، 5 به توان 2 منهای 3 منفی.
پس در نهایت یه دونه سه به توان دو سه تا شیش، دو به توان یک هیچ. بچه ها توان منفیه رو چیکارش کنیم توان منفیش از بین بره؟ توان منفیه رو چیکار کنیم منفیش از بین بره؟ توان منفیه رو چیکار کنیم برعکسش کنیم؟ این هم روی تو مخرج میشه. تا اینجا سوالی نیست؟ تا اینجا سوالی نیست؟ تا اینجا سوال 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 بچه ها نگاه کنید، نگاه کنید، نگاه کنید، نگاه کنید. شما وقتی صورت کس یه عبارت دارید، مخرج کس هم یه عبارت دارید، در واقع دارید این صورت رو به مخرج تقسیم میکنید. عزیزای دلم گوش بدین، این علامت ضرب یعنی این دوتا کس دارن تو هم دیگه ضرب میشن. بله، اما قبول دارید، بذار از اینجا بگم، قبول دارید صورت یک کس به مخرجش تقسیم میشه؟ در واقع قبول دارید صورت یک کس به مخرجش داره تقسیم میشه؟ پس در واقع این زرده داره به این زرده تقسیم میشه، این سبزه داره به این سبزه تقسیم میشه. به همین خاطر توانهاشون رو کم کردیم. تا اینجا اوکیه؟ خب حالا گام بعدی، یکی از بچه ها گفت این چرا رفت تو مخرج؟ توان منفی همین الان گفتیم بخوایم توانش رو مثبت کنیم چیکار باید بکنیم؟ باید برعکسش کنیم، درسته؟ خب حالا میخوام زمان بهت بدم، میخوام بهت زمان بدم. تو چه اینقدر خوبی، راضی هم تا اینجا ازت، خیلی ماهی، راضی هم ازتون. تو چه اینقدر خوبی، دو دقیقه زمان میدم اینو حل کن، اینو سالش رو ببینم، دو دقیقه زمان سریع. اونایی که بچه ها بلد نیستن به خدا نیستن تمرین هم میکنیم، همین الان یاد میگیریم. نگران نباشید، نگران نباشید، نگران نباشید، تلاش کنید، فقط تلاش کنید. یه سری هم که حل کردن دلشون گرد. خوب خوب بریم ببین من این هایلایتر رو پاک کنم از روش. من میپرسم تو بگو این دوتا تو هم چی میشن؟ اینایی که دورش خط کشتم چی میشه؟ زب. پس یه سه به دوان منوی شیش زب در این دوتا چی میشن؟ این دوتا چی میشن؟ دوباره زر. پس یه سه به توان هشت داریم، 27 میشه سه به توان چند؟ 27 میشه سه به توان چند؟ سه به توان سه باری چند؟ خب حالا یه موضوع پیش بیاد، حالا یه موضوع مهم پیش بیاد، قشنگ گوش بده. این توی مخرجه، بخواد بیاد بالا توانش چی میشه؟ بخواد بیاد بالا توانش چی میشه؟ منفی میشه. پس میشه سه به توان منفی 6 ضرب در سه به توان 8 ضرب در سه به توان منفی 3. پایه های یکیه، توانا با هم دیگه جمع میشه، منفی 6 و 8 میشه 2، با منفی 3 میشه منفی 1 یا همون یک چندم سوم. کیا درست حل کرده بودن؟
کیا درست حل کرده بودن، کیا درست حل کرده بودن، کیا درست حل کرده. ماشاءالله 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 ماشاءالله. آفرین آفرین. حالا یه چیز دیگه بگم، شاید بعضیاتون نیومدین اینو بیارید بالا، این دوتا رو گفتید سه به توان دو، بعد گفتید تو مخرج سه به توان سه دارن به هم تقسیم میشن، وقتی که تقسیم میشن پایه ها از هم کم میشن، اونم درسته. قبوله؟ قبوله؟ خب بیاید ببینیم یه سوال دیگه خیلی ساده، یه دقیقه وقت، اینی که سبزش کردم یه دقیقه وقت، شروع کن سریع بودو ببینم، بودو ماشاءالله. من یا ما صد و سازیش رو الان میخواییم یاد بگیریم، مهسا تو پورمندیه ذره دقت کن، من یه هایلایت روشو پاک کنم، سوال بپرسم. مشکی و ترتمیز جواب بدید بچه ها. واقعا با حال این، یعنی اصلا این شد انشالله اصلا حضوری ببینم اتون، کلی حضوری مشکی درس بدید، ولی با حال این کیف دارم میکنم درس بهتون بیدم. دمتون گرم دمتون گرم دمتون گرم، بسیار خوبید. بیا ببینم حالا این منفیه بمونه یا بره، این منفیه بمونه یا بره. چرا بره؟ چرا؟ چرا؟ به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ آفرین، چون توان زوجه، هیچی رفت. پس یه دونه دو به توان چهار موند. شما به من بگین سی و دو یعنی؟ سی و دو یعنی؟ سی و دو یعنی؟ دو به توان پنج، دو به توان پنج، دو به توان پنج. حالا اینو از همون روش خودمون بریم، یعنی من بالایی رو اینو آوردم بالا، توانش منفی شد. حالا میخوام یه چیز دیگه بگم، قبول دارید صورت و مخرج کسب به هم تقسیم میشن؟ قبول دارید صورت و مخرج کسب به هم تقسیم میشن؟ وقتی که تقسیم میشن توانها از هم، وقتی که تقسیم میشن توانها از هم کم میشن. ماشاءالله بهت، میشه دو به توان چهار برای پنج، میشه دو به توان منفی یک، دو به توان منفی یکم که یعنی یک چندم دوم. خب میخوام یه آمار بگیریم، چند نفر درست حل کرده بودن، چند نفر درست حل کرده بودن، چند نفر درست حل کرده بودن. ماشاءالله 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 ماشاءالله. حالا 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 ببین، میدونی من از اون معلمام، گوش کن گوش کن گوش کن، یه چیز دیگه بگم، چون این دارم بهت یاد میدم چجوری ریاضی بخونی. ببین ریاضی رو تا دست به قلم نشی، تا ننویسی هیچی یاد نمیگیری. از من به تو نصیحت، تو باید بنویسی، باید حتما دست به قلم بشی، توش سوتی میدی اینقدر فدا سرت، اشتباه میکنی فدا سرت، ولی دست به قلم شو. اگر همینجوری بشینی فقط نگاه کنی که تایره چجوری داره حل میکنه، به درد نمیخوره که. حالا بیا ببینم این یکی، اینی که دارم هایلایت میکنم دیگه، میدونی پر رو شدم، اینقدر سوال داری حل میکنی، من کیف میکنم، پر رو شدم. بودا ببینم اینو داری حل میکنی، سریع یه دقیقه زمان بیشتر، یه دقیقه به درد خودت میخورم. بودا ببینم
آره این چپ. خب بیا بالا بیدون هایلایتش رو پاک کنم به من جواب بده این دوتا الان براش چه اتفاقی میفته؟ اون دوتا چه اتفاقی براش میفته؟ اون دوتا چه اتفاقی براش میفته؟ ضرب تمام، یعنی بالا 6 به توان 3 ضرب در 3 به توان 3 این هم 3 به توان 3 دیگه گلابی تر از این داریم. خب 3 به توان 3 که با همگه ساده میشن کی میمونه؟ 6 به توان 3 تموم شد و رفت. حله؟ اونایی که درست حل کرده بودن یه یک بزنن، اونایی که درست حل کرده بودن یه یک بزنن. آفرین آفرین آفرین. حالا بچه ها ببینید، میخوایی بریم سراغ حل معادلات توانی. یه لحظه همه حواسای من، یه لحظه حواسای من، یه لحظه نپانتا همه حواسای من، همه حواسای من، همه حواسای من. شما تو سال 11 همتون یه موضوعی دارین، یه فصلی دارین به اسم لوگاریتم و تابع نمایی. فصل خفنیه، معادله های توانی رو که اونجا بهش میگیم نما خیلی اونجا خفن تر میبینید. اما اینجا در مقایسه با سال 11 یه شوخیه فقط، اوکی؟ یعنی کلن یه شوخیه، اونجا خیلی خفن تر میشه. اینو الان به یه بچه سال 11 میبدی میگه آبا اینا که گلابیه ولی کاری نداره که، ولی تو نهمی ببینیم موضوع چی. آقا میگیم اگر پایه ها برابر باشد توانه ها هم برابرند، یعنی شما تو دو طرف تساویتون اگر پایه ها برابر باشن حتما توان ها هم باید برابر باشن. تا اینجا اوکی؟ تا اینجا اوکی؟ تا اینجا اوکی؟ پایه ها برابر، توان ها برابر. بریم آسون شروع کنیم. بچه های خوبی باشین، سعی میکنم یه ذره هی سخت‌ترش هم بکنم. تا اینجا راضی هم ازتون. بیا ببینیم اینجا رو نگاه کن. 3 به توان x به توان 2، 3 به توان x به توان 2. بچه‌ها این دوتا تو هم جواب بده، من کیف می‌کنم جواب بدی. 3 به توان x به توان 2، این دوتا تو هم، این دوتا تو هم، این دوتا تو هم، ضرب. باریکلا. این هم میشه 3 به توان 6. پایه‌ها وقتی برابرن توانا باید با هم. پایه‌ها وقتی برابرن توانا باید با هم برابر باشن. یعنی 2x میشه 6، یعنی x میشه 3. اون که آسون بود، اونم برای دانش آموزای من، اونم برای دانش آموزای من. خب بریم سراغ این دومی، بریم سراغ این دومی. حالا میخوایم ایده های حل رو با هم چک کنیم. حواس با من، حواس با من، حواس با من. ما تو معادله های توانی اول از همه دنبال پایه های برابری. دنبال چی این بچه ها؟ دنبال چی این بچه ها؟ دنبال چی؟ پایه های برابر. دنبال چی هستیم؟ پایه های برابر. دنبال پایه های برابری. خوب گوش کن. میدونی چرا میگم تکرار بکنید؟ اینو من براتون مثال بذارم روشن کنم چرا میگم تکرار بکنید. بچه شما وقتی تکرار میکنید خیلی خوب تو ذهنتون میمونه. مثال براتون بزنم، من الان بگم هیچ کس تنها نیست، شما چی میگید؟ چی میاد تو ذهنتون؟ هیچ کس تنها نیست. وقتی من میگم هیچ کس آفرین همراه اول میاد تو ذهنت، نه؟ من بگم کی، کی، کجا، چی جواب میدی؟ کی، کی، کجا، آها مدرسان شریف داری میگی. میشه شمارش هم بگی؟ احتمالا تو ذهنتون هست شمارش. بیا نگاه کن، 29 دو تا 6. ببین تو 15 سالت هم 15 سالتون ساله، تو انقدی اصلا با مدرسان شریف کاری نداری، شمارش هم حفظی. اینقدر تکرار شده، اینقدر تکرار شده. خب به جای اینکه این چرت و پرتا تو ذهنت باشه، درست تو ذهنت باشه عزیزم، نه؟ به جای این چرت و پرتا درست تو ذهنت باشه. خب بیا ببینم، بریم سراغ یکی. گفته یک روی دو به دانه 5x مساوی 16. ما اول دنبال پایه های برابریم. چه پایه ای قراره ایجاد بشه؟ چه پایه ای قراره ایجاد بشه؟
دو، به جای 16 چی میتونم بنویسم؟ به جای 16 چی میتونم بنویسم؟ 2 به فراوان 4. حالا این تو مخرجه بچه ها، ما قرار به اینه که بیاریمش بالا. وقتی یه چیزی تو مخرجه میارمش بالا، توانش چی میشه؟ توانش چی میشه؟ منفی میشه، میشه 2 به توان -5x مساوی 2 به توان 4. حالا تو بگو پایه ها برابرن، توان ها با هم، پایه ها برابرن، توان ها با هم برابرن، پس منهای 5x میشه چند؟ 4. پس x میشه منهای 4 چندم؟ 5. سوال؟ خب بریم یکی دیگه. بیا ببینم آقا، میخوایم اینو شروع کنیم حل کردن. ازت بپرسم، تو به من جواب بده ببینم، ما دنبال پایه های برابریم دیگه، چه پایه هایی اینجا میشه با هم برابر باشن؟ چه پایه هایی اینجا میشه ایجاد بکنیم؟ پایه 2، ما دنبال پایه 2 هستیم، چون این 2 این هم که میتونیم 2 بنویسیم، فعلا بنویسیمش 2 به توان 4x. بچه به جای 4 چی بنویسیم؟ به جای 4 چی بنویسیم؟ به جای 4 چی بنویسیم؟ نازنین زهرا اینجا رو گوش بده، اینم بگم میشه 2 به توان 2 به توان x. حالا ببینید کی حفظه بچه. 64 2 به توان چنده؟ 64 2 به توان چنده؟ 64 2 به توان چنده؟ 2 به توان 6. آفرین. خیلی هم خوب. خب من سوال بپرسم، این دوتا چی میشه بچه ها؟ این دوتا چی میشه؟ ضرب میشه. پس میشه 2 به توان 4x ضرب در 1 روی 2 به توان 2x مساوی 2 به توان 6. دوباره من میپرسم، تو جواب میدی. الان این صورت کسره، این مخرج کسره، صورت و مخرج کسر به هم دیگه چی میشن؟ صورت و مخرج کسر به هم دیگه چی میشن؟ تقسیم میشن. وقتی به هم دیگه تقسیم میشن، توانهاشون چه اتفاقی براشون میفته؟ کم میشه، باری کلا میشه 2 به توان 4x - 2x مساوی 2 به توان 6. یعنی میشه 2 به توان 2x 2 به توان 6. پایه ها برابر، وقتی پایه ها برابره توان ها باید با هم، وقتی پایه ها برابره توان ها باید با هم برابر باشن. 2x میشه 6، x میشه 3. خب بیاییم یه صفحه خالی باز کنیم، یه سوال شبیه به اینا براتون من حل کنم، این تایم بدم شما هم که خیال من این تیکه راحت شه. بیا ببینیم. خب بنویسیم 4 به توان 3x ضرب در 2 به توان 5x به روی 16 به توان x مساوی 32. x رو به دست بیاریم. تون باشین. موبیل ما هم همون کار کردیم دیگه دختر خوب. موبینم پایه ها رو یکی کن. آره موبینم، آره اون یکی موبینم. نازنین زهرا شروع کن پایه ها رو یکی کردن. چهار چی میشه؟ به جای 4 چی میتونی بنویسی؟ به جای 16 چی میتونی بنویسی؟ به جای 32 چی میتونی بنویسی؟ زهرا الان روی یکی توضیح میدم. خب بیاید ببینیم. قرار شد پایه ها یکی بشن،
قرار شد پایه های چی بشن. به جای چهار چی بنویسیم؟ به جای چهار چی بنویسیم؟ به جای چهار چی بنویسیم؟ دو به توان دو بمیشه دو به توان دو به توان سه میست. اینکه بند خدا خودش هست هیچ. به جای 16 چی بنویسیم؟ به جای 16 چی بنویسیم؟ به جای 16 چی بنویسیم؟ 2 به توان 4 به توان x. به جای 32 چی بنویسیم؟ به جای 32 چی بنویسیم؟ به جای 32 چه جوری بنویسیم؟ آها 2 به توان 5. زهرا مظلومی تا اینجا اوکیه؟ زهرا مظلومی تا اینجا اوکیه؟ خب حالا بیا ببینم. الان این دوتا باید تو هم دیگه ضرب بشن. این هم که هیچی. این دوتا هم باید تو هم دیگه ضرب بشن. خب اینجا رو ببین، اینجا رو ببین، اینجا رو ببین، اینجا رو ببین. پایه ها وقتی برابرن توانا با هم دیگه چی میشن؟ پایه ها وقتی برابرن توانا با هم دیگه چی میشن؟ جمع میشن. ماشاءالله بهتون. میشه 2 به توان 11x. اینم که میشه 2 به توان 4x شده 2 به توان 5. خب اینو بگو ببینم وقتی این دوتا دارن به هم دیگه تقسیم میشن برای توان هاشون چه اتفاقی رخ میده؟ چه اتفاقی رخ میده؟ از هم کم میشن. خب 11 در 4 میشه 7. 11x به 4 میشه 7. خب الان تو دو طرف پایه ها یکی هن پس توان ها هم پایه ها یکی هن پس توان ها هم پس توان ها هم برابرن برابرن برابرن. x میشه 5 7. همه اونه که فهمیدن یه یک مشتی بزنن. همه اونه که فهمیدن یه یک مشتی بزنن. خب بیایش اما بریم سراغ ریشه گیری. میخوایم ببینیم منظورمون از ریشه گیری چیه. بچه ها اول راحت‌تر بگم. 11x به جای 4 است دیگه نازنین. 11x به جای 4 است. خب من این سوال ازتون بپرسم، چی به توان 2 میشه 4؟ چی به توان 2 میشه 4؟ 2 به توان. منظور اون از ریشه گیری ممکنه منفی 2 هم باشه دیگه. نه ممکنه منفی 2 هم باشه. درسته منفی 2 توان 2 هم میشه 4. منظور اون از ریشه گیری اینه که پیدا کنیم چی به توان رسیده بوده. مثلا چی به توان 2 میتونه 9 باشه؟ چی به توان 2 میتونه 9 باشه؟ 3 به توان 2 میتونه 9 باشه. دیگه چی میتونه باشه؟ منفی 3. پس ما دنبال این هستیم. اوکی؟ حالا دیدی یه چیزی، ما برای ریشه زوج دو تا داریم. میبینی؟ یعنی شما هر موقعی که داری راجبه مثلا من میگم چی به توان 2 4 میشه، میگه هم 2 هم منفی 2. میگم چی به توان 9 میشه، میگه هم 3 هم منفی 3. خب پس هر موقع که همچین صحبتای مطرح میشه یعنی در واقع ما داریم ریشه زوج پیدا میکنیم. پس ریشه زوج چند تاست بچه ها؟ ریشه زوج چند تاست؟ دو تاست. اما حالا من این سوال دیگه دارم، چی به توان 3 میشه 8؟ چی به توان 3 میشه 8؟ 2. دیگه منفی 2 نمیشه. یعنی ما برای ریشه سوم یه دونه بیشتر نداریم. برای ریشه سوم چند تا داریم؟ یه دونه بیشتر نداریم. تا اینجا قبوله بچه ها؟ بچه ها تا اینجا قبوله؟ خب پس بیان حالا سراغ این قسمت ببینیم اینجا چی داریم. 16 نهم رو گفته ریشه دوم بگیر. من سوال میپرسم تو جواب میدی. چند تا ریشه دوم داره؟ 16 نهم قطعا چند تا ریشه دوم داره؟ دو تا. حالا من میپرسم تو جواب میدی، چی به توان 2 16؟ چی به توان 2 16؟ چی به توان 2 16؟ 4.
چی به توان دو نوه؟ چی به توان دو نوه؟ سه. حالا حواسمون هست، هم میتونه این باشه، هم میتونه این باشه. تا اینجا مشکلی نیست؟ 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 برای ریشه زوج نورا. خب حالا بیم. خب بچه ها منفی که میذاریم برای کل این کسر دیگه. ریشه سوم یه دونه داریم یا دوتا؟ ریشه سوم یه دونه داریم یا دوتا؟ یه دونه. بگو ببینم چی به توان سه بیست و هفت میشه؟ چی به توان سه بیست و هفت میشه؟ چی به توان سه؟ سه به توان سه. چی به توان سه هشت میشه؟ چی به توان سه هشت میشه؟ دو به توان سه. تموم شد رفت، تموم شد رفت. خب داریم کم کم به جای خفن‌ترمون نزدیک میشیم که به درد میخورم. روابط بین رادیکالا، من سوال بپرسم بچه ها، رادیکالا رو در چه شرایطی میتونیم تو هم دیگه ضرب کنیم؟ رادیکالا رو در چه شرایطی میتونیم تو هم دیگه ضرب بکنیم؟ فرجه های کی باشه؟ فرجه های یکی میشه. برای ضرب باید فرجه های یکی باشه. یعنی مثلا رادیکال دو ضرب در رادیکال سه رو، بچه ها وقتی فرجه رو نمی‌نویسی یعنی فرجه چنده؟ وقتی فرجه رو نمی‌نویسی یعنی فرجه چنده؟ فرجه دوه باری چنده. پس رادیکال دو در رادیکال سه میشه رادیکال چند؟ شیش. تموش. برای جمع اینجا رو خوب گوش کن. آیا من میتونم اینو اینجوری بنویسم؟ آیا میشه اینو اینجوری بنویسیم؟ آیا امکان اینجوری نوشتن داریم؟ نداریم. این سوتیایی که بچه ها حتی دانش آموزان تو سال کنکور میدن ها، رادیکال دو به اضافه رادیکال سه رادیکال پنج نمیشه که. شما زمانی میتونید رادیکال ها رو با هم جمع بکنید که مثلا باشه رادیکال دو به اضافه رادیکال دو، خب بگیم میشه دوتا رادیکال دو، یه رادیکال دو یه رادیکال دو میشه دوتا رادیکال دو. حله؟ حله بچه ها؟ خب اما میدونم خیلیاتون اینو بلدید، ولی مهمترین چیزی که واقعا باید بلد باشید ساده سازی زیر رادیکال. بچه ها ساده سازی زیر رادیکال این خیلی به دردمون میخوره، هم امسال هم تو سالهای آیندهتون، دهمتون یازدهمتون و دوازدهمتون. خوب گوش کنید. تصور کنید به شما طراح میاد میگه رادیکال 8 میگه این چند؟ من سوال بپرسم آیا 8 مربع کامله بچه ها؟ آیا 8 مربع کامله؟ حتما نه، مربع کامل نیست. پس نمیتونه از زیر این بیاد بیرون. حالا یه سوال ازتون بپرسم، شما فرجتون دوه، قبول داریم به جای هشت میتونیم بنویسیم چار دوتا؟ و حالا چهار خودش مربع کامل، وقتی چهار مربع کامله از زیر رادیکال بیرون میاد یا نمیاد؟ وقتی چهار مربع کامل از زیر رادیکال بیرون میاد یا نمیاد؟ میاد. چهار میاد بیرون میشه دو رادیکال، یکی دیگه. نگاه کن، فرض کن به ما بگن فرجه سه 16، آیا 16 توان سه چیزی هست بچه ها؟ آیا 16 توان سه چیزی هست؟ نه. ولی قبول داری
من به جای 16 میتونم بنویسم 8 ضرب در 2؟ قبول داری به جای 16 میتونم بنویسم 8 ضرب در 2؟ خب حالا عزیز دلم 8 رو جاش چی میتونیم بنویسیم؟ به جای 8 چی میتونیم بنویسیم؟ 2 به توان 3. آفرین. خب حالا میپذیری از من که این از زیر این بیرون میاد؟ قبول داری از زیرش میاد بیرون؟ چون توان فرجه وقتی یکی هم یا میاد بیرون، پس وقتی میاد بیرون میشه 2 فرجه 3. اون زیر چی مونده؟ 2. سوال بچه ها، سوال یه بار دیگه بگیم، یه بار دیگه بگیم. وقتی که فرجت 3، تو اون زیر باید یه چیزی به توان 3 داشته باشی. وقتی که فرجت 3، اون زیر باید یه چیزی به توان 3 داشته باشی. 16 اینجوری نیست، ولی 8 هست. تو 8 رو میتونی بنویسی 2 به توان 3. خب پس 8 رو نوشتم 2 به توان 3. توان این با فرجه اون رفت، یه دونه 2 میاد بیرون. هر کی که توانش با فرجه یکی باشه میاد بیرون. کی موند؟ یه 2 زیر موند. یه نکته مهم، یه نکته مهم، یه نکته مهم بچه‌ها، چون میدونم سوتی میدن بعضیا، آیا تو این حالت اجازه داریم اینو بیاریم بیرون؟ آیا اجازه داریم اینجا اینو بیاریم بیرون؟ اجازه نداریم. ما تو چه شرایطی میتونیم بیاریمش بیرون؟ تو چه شرایطی میتونیم بیاریمش بیرون؟ ضرب باشن تو هم دیگه. وقتی دارن ضرب میشن، اونی که توان داره میگه بای بای ما رفتیم، میاد بیرون. ولی در حالت جمعی میگه کجا بابا وایسا، جمع بینمون، بیا بغل خودم، بیا اینجا باش. خب برای اینکه بهتر تو ذهنتون جا بیفته، بیایم ببینیم اینا رو چجوری میتونیم ساده کنیم. من هر چی پرسیدم تو به من جواب بده، من کیف کنم. 9 یعنی چی به توان چی؟ 9 یعنی چی به توان چی؟ 9 یعنی چی به توان چی؟ یعنی 3 به توان 2. 81 یعنی چی به توان چی؟ 81 یعنی چی به توان چی؟ 9 به توان 2 یا همون 3 به توان 4؟ درسته؟ حفظ باش، حفظ باش توانه 3 رو، حفظ باش توانهای 3 رو، حفظ باش. خب حالا دوست خوبم، الان خوبه 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 خوب گوش کن. وقتی فرجه ننوشتیم یعنی فرجمون چنده؟ وقتی فرجه ننوشتیم یعنی فرجمون چنده؟ 2. خب 3 به توان 2 از زیر این بیاد بیرون، قبول داری میشه 3؟ 3 به توان 2 از زیر رادیکال بیاد بیرون میشه 3. اون که مشخص. 3 به توان 4 از زیر این بیاد بیرون میشه 3 به توان 2 دیگه، نه؟ چون موقعی که میخواد بیاد بیرون، این توان به این فرجه باید تقسیم میشه. شما فرجه تو 2ه، میشه 4 تقسیم بر 2 میشه 2. 3 به توان 2، 3 به توان 1، 3 به توان 3 یا 27. این یکی سوال، انصافا این سوال دیگه جایزه داره. یعنی همین اینجا شماره کارتتو میگیرم واریز میکنم برات. اینو سریع شروع کن، بودو ببینم.
من دارم جواباتون رو نگاه میکنم. خب آیا 18 چیزی به توان دو هست؟ آیا 18 چیزی به توان دو هست؟ نه بچه ها، من به جای این 18 چی میتونم بنویسم؟ من به جای این 18 چی میتونم بنویسم؟ 9 ضرب در 2. آیا 50 چیزی به توان دو هست؟ آیا 50 چیزی به توان دو هست؟ نه. میتونم بنویسم 25 ضرب در 2. خب 9 چند به توان دو؟ 9 چند به توان دو؟ 3 به توان دو. بعد 3 به توان دو از زیر رادیکال بیاد بیرون میشه 3. درسته؟ 3 به توان دو از زیر رادیکال بیاد بیرون میشه 3. پس یه دونه 3 رادیکال 2 داریم. شما بگید 25 از زیر رادیکال بیاد بیرون چند میشه؟ 25 از زیر رادیکال بیاد بیرون چند میشه؟ 5 میشه. این هم میشه 5 رادیکال 2. خب حالا بچه 3 ضرب در 5 15. درست شد؟ حالا یه مسئله به وجود میاد. این دوتا رادیکال فرجه هاشون یکسانه. این دوتا رادیکال فرجه هاشون یکسانه، زیراشون باید تو هم چی بشه؟ زیراشون باید تو هم چی بشه؟ ضرب بشه. میشه رادیکال 4. تو به من بگو رادیکال 4 چنده؟ 2. 15 ضرب در 2 جواب چند به دست میاد؟ 15 ضرب در 2 جواب چند به دست میاد؟ خب چند نفرتون گوشتون با من چون دیدم میخوام بهتون بگم، چند نفرتون نوشته بودید 15 رادیکال 2؟ چند نفرتون اینو نوشته بودید؟ چند نفرتون اینو نوشته بودید؟ آها، میدونید چقدر سوتی داده بودید؟ نوشته بودید 15 رادیکال 2؟ پس ببین 3 رادیکال 2 ضرب در 5 رادیکال 2، 3 و 5 میشه 15. رادیکال ها تیرش با هم دیگه ضرب میشه. قبول؟ قبول؟ خب یکی دیگه میخوام شبیه این بدم، اینو ولش کن. یکی دیگه شبیه این بدم، سوتیتون برطرف شه. یکی دیگه. خب چی بگیم؟ بفرمایید. سوا جلالا میگم خب بیاید ببین، خیلی ها درست شده. به جای 50 چی بنویسیم؟ به جای 50 چی بنویسیم؟ 25 ضرب در 2. به جای 50 بنویسیم 25 ضرب در 2. به جای 8 چی بنویسیم؟ به جای 8 چی بنویسیم؟ به جای 8 چی بنویسیم؟ 4 ضرب در 2. بچه ها 25 از زیر رادیکال
بیرون میتونه بیاد. چرا؟ چون 25 5 به توان 2 4 2 به توان 2. سوال، این بیرون میاد یا نمیاد؟ میاد. میشه 5 رادیکال. این بیرون میاد یا نمیاد؟ میاد. میشه 2 رادیکال. 5 دو تا 10 این رادیکال ها تو هم ضرب میشن، رادیکال 4 هم 2 و جواب 20. کیا درست حل کرده بودن؟ 22. کیا درست حل کرده بودن؟ 22. افتاد سوتیتون؟ آقا یاد گرفتی کامل؟ یاد گرفتی کامل؟ حله؟ خب بیایید بیاییم سراغ این سوال. فرجه 3 24 در فرجه 3 منهای 9. بچه یه سوال از تو بپرسم، زیر رادیکال با فرجه زوج میتونیم عدد منفی قرار بدیم؟ زیر رادیکال با فرجه زوج میتونیم عدد منفی قرار بدیم؟ نه. زیر رادیکال با فرجه فرد میتونیم عدد منفی قرار بدیم؟ بله میشه. حالا یه چیز بهتون بگم، من خودم عادتم اینه زیر رادیکال با فرجه فرد اگر منفی بدم منفی هم میدازم پشتش، خودم راحت میکنم. زیر رادیکال با فرجه فرد منفی بدم میدازم بیرون، خودم راحت میکنم. حالا میخوام اینو شروع کنم حساب کردم. به من یه جواب بدید، آیا 24 توان 3 چیزی هست؟ آیا 24 توان 3 چیزی هست؟ نیست. 24 میشه چی ضرب در چی؟ 24 چی ضرب در چی میشه؟ 8 ضرب در 3. و به جای 8 2 به توان 3 نیست، ضرب در منفی فرجه 3. به جای 9 چی بنویسم بچه ها؟ به جای 9 چی بنویسم بچه ها؟ به جای 9 چی بنویسم؟ 9 چی بنویسیم جاش؟ 3 به توان 2 دیگه. خب ببینید اینا کی میتونه بیرون بیاد؟ این میتونه بیاد بیرون، یعنی میشه دو تا فرجه 3 3 ضرب در منهای فرجه به توان 2. دوستای خوبم قشنگ به من گوش بدین، قبول دارین الان این رادیکال ها فرجه هاشون یکیه؟ وقتی رادیکال ها فرجه هاشون یکیه برای توانهاشون چه اتفاقی میفته؟ وقتی رادیکال ها فرجه هاشون یکیه برای توانهاشون چه اتفاقی میفته؟ یعنی برای عبارت زیرشون از خواهی میکنم، عبارت های زیرشون تو هم دیگه چی میشن؟ ضرب میشن. پس من میام اینو تو این ضرب میکنم، چی شد؟ شد دوتا فرجه 3 3 در 3 بتان 2 3 بتان 3 منفیه رو یادت نره بچه. 3 بتان 3 کجا آمد؟ 3 بتان 1 و 3 بتان 2 چون پایه ها یکی بودن توانشون باید جمع شد. خب این هم میاد بیرون و جواب منهای 6 خواهد بود. خب هر کی تا اینجا رو فهمیده یک بزنه، هر کی تا اینجا رو فهمیده یک بزنه، هر کی تا اینجا رو فهمیده یک بزنه. خب 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 بیا ببینیم مقایسه توانهای اعداد. به من یه جواب بدین، اعداد بزرگتر از یک. سبا 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 اگه متوجه نشدی سبا دایرکت بده بپرس، من اوکی هم. خب به من جواب، یه دونه دو داشتیم یه منفی 3 داشتیم ضربشون شد منفی 6 دیگه. به من جواب بدید ببینم، اعداد بزرگتر از یک هرچی به توان برسن زیاد میشن یا کم میشن؟ اعداد بزرگتر از یک هرچی به توان برسن زیاد میشن یا کم میشن؟ حتما زیاد میشن. اعداد بین صفر و یک، این عدد کوچیک
کوچولو داغ و له ضعیفان، مثلا یه دوم و اینا آدم دلشون براشون میسوزه اینقدر لهن، حالا یه دومه به توان که برسه اینا میکوبیم تو سرش بدتر کوچیک میشه. یعنی یه دوم به توان میشه یک جا، یه دوم به توان میشه یک هشتم، هر چی به توان برسه هی کمتر میشه. قبوله بچه‌ها؟ قبوله بچه‌ها؟ پس من میگم اعداد بزرگتر از یک هر چی به توان برسه، مثلا آ4 از آ3 از آ2 بیشتر میشه، ولی اگر عدد تو بین 0 و 1 باشه هر چی به توان برسه هی کوچیکتر و کوچیکتر و کوچیکتر میشه. تا اینجا سوالی نیست؟ تا اینجا سوالی نیست؟ تا اینجا سوالی نیست؟ خب اما بچه‌ها، اما بچه‌ها، اما بچه‌ها، بریم سراغ گویا کردن رادیکال ها. ما کلن موقعی که رادیکال تو مخرج داریم دوست نداریم، یعنی وقتی من رادیکال توی مخرج دارم حس و حالم خوب نیست، اصلا اوضاعم خوب نیست، میخوام اون رادیکال ها رو از بین ببرم، میخوام رادیکال ها رو بیارمش بیرون. بچه ها نگاه کنید، یه سوال ازتون بپرسم، شما چی اینجا داشته باشید زیر رادیکال رادیکال میپره؟ چی داشته باشید زیر رادیکال رادیکالتون میپره؟ 3 به توان 2، درسته؟ 3 به توان 2. الان توان این 3 چنده؟ الان توان این 3 چنده؟ 1. خب برای اینکه رادیکالش از بین بره ما نیاز داریم 3 به توان 2 داشته باشیم. یعنی چند تا کم داره؟ توان چند تا کم داره؟ یک دونه توان کم داره، درسته؟ یک دونه توان کم داره. من میام تو 3 به توان 1 ضرب و تقسیمش میکنم هر چقدر که این کم باشه. بالا که یه رادیکال 3 داریم، پایین میشه رادیکال 3 به توان 2، توانه میپره، یعنی توانه با رادیکال میپره به این برسه. خب حالا این یکی رو به من بگو ببینم، یک روی فرجه 5 3 به توان 3، بچه ها این اگه بخواد رادیکال نداشته باشه توانش باید چند باشه؟ توانش باید چند باشه؟ 5 باشه. چند تا کم داره؟ چند تا کم داره؟ 2 تا کم داره. پس من میام اینو توی فرجه 5 3 به توان 2 ضرب و تقسیم میکنم. حواست به این باشه که ما فرجه رادیکالی که داریم ضرب و تقسیم میکنیم باید با این یکی باشه. بالا چی میمونه؟ فرجه 5 3 به توان 2، پایین فرجه 5 3 به توان 2، 3 به توان 3، 3 به توان 5. ایول بالا شد 9، پایین 3. تا اینجا سوال. پس ما چون فرجه 5 بود ما تو فرجه 5 ضرب تقسیم کردیم، هر چقدر کم داشت ضرب تقسیم کردیم. این آخرای کلاس حالا میخواییم چند تا تمرین سطح بالاتر با هم دیگه حل کنیم. توی این آخرهای کلاس حالا تا جایی که تایم داریم میخوام یه ذره تمرینه که سطحش بالاتره، واقعا توی 1 ساعت و نیم با تجربه که یه سری از بچه ها قطعا مفاهیم ابتدایی رو نمیدونن، ما مفاهیم ابتدایی رو اول کار کردیم، حالا یه سری تمرین حل بکنیم دیگه توی 1 ساعت و نیم، واقعا بیشتر از این نمیشه کاری انجام. خب بیاییم سراغ این قسمت. گفته این ضرب در این ضرب در اون تقسیم بر این تقسیم بر این تقسیم بر. بچه ها ما کلن برای ضرب و تقسیم ها نیاز به چی داریم؟ کلن برای ضرب و تقسیم ها نیاز به چی داریم؟ گفتم ما باید بتونی بگی برای ضرب و تقسیم ها پایه برابر دم اونه که دارم میگن گردباری کلن بتون اول و پایه های برابر ایجاد کن، اول باید پایه های برابر ایجاد کنم. خب من اینو میبینم که 3 به جای 24 من چی میتونم بنویسم؟ به جای 24 چی میتونم بنویسم؟
به جا 24 بگو بیاد شدی ها. به جا 24 چی میتونم بنویسم؟ 3/8. خب 3 به توان منفی 5 ضرب در 3 به توان 3 ضرب در. بچه ها به جای این 8 چی بنویسیم؟ به جای این 8 چی بنویسیم؟ 2 به توان 3. فقط حواست هست دیگه، یه توان 3 هم رو سرشه، یه توان 3 رو سرشه. به جای 8 2 به توان 3 یه منفی 5 رو سرشه. حالا بیاییم پایین. خب این دوتا رو نگاه کنید. من میپرسم تو بگو آیا پایه هاشون برابرن؟ 72 آیا پایه هاشون برابرن؟ نه. آیا توان هاشون برابرن؟ ما گفتیم اگه توانا برابر بود، خب انجام بده 72 رو تقسیم بر 2 کن. 72 تقسیم بر 2 چند میشه بچه ها؟ 72 تقسیم بر 2 چند میشه؟ میشه 36 دیگه نه؟ پس یه دونه 36 به توان منفی 2 داریم تقسیم بر 3 به توان منفی 2. دوباره میام سراغ مخرج. به من بگو ببینم الان توی مخرج آیا پایه های یکی هن؟ آیا پایه های یکی هن؟ تو مخرج پایه های یکی هن؟ نه. دو مرتبه 36 رو به 3 تقسیم کنیم 12 به توان منفی 2 رو تو مخرج بیدیم. خب حالا بیا اینجا پایه های یکی هن؟ توانا با هم دیگه جمع میشن، منفی 5 و 3 میشه منای 2. این دوتا که تو هم دیگه ضرب میشن 3 و 9. این دوتا هم تو هم دیگه ضرب میشن بسای با 2 به توان 9. این دوتا رو منفی 15. خب میشه این دوتا رو من بگی چی میشه؟ میشه این دوتا رو با هم دیگه چی میشه؟ این دوتا چی میشه بچه ها با هم دیگه؟ این دوتا چی میشه با هم دیگه؟ خب عدد نهایی رو بگو، عدد نهایی رو بگو. دو تا منفی 6. خب حالا بیایم سراغ اینجا صورت اینو داریم و 3 به توان منهای 2 این هم 2 تا منفی 6. به جای 12 چی بنویسیم؟ به جای 12 چی بنویسیم؟ 3 ضرب در 4. 3 ضرب منفی 2 4 ضرب منفی 2. خب 3 ضرب منفی 2 که ما هم ساده میشه هیچ. یه 2 ضرب منفی 6 داریم، 4 هم که میشه 2 به توان 2 به توان منفی 2 میشه 2 به توان منفی 4. پایه ها برابر، توان ها کم میشه، میشه 1/4. آیا برای صورت روش دیگه ای کسی میتونه بگه؟ آیا برای صورت روش دیگه ای کسی میتونه بگه؟ آیا برای صورت روش دیگه ای کسی میتونه بگه؟ ببین همون اول میتونستی بگی این و این، این دوتا تواناشون یکیه، میشون 3/8 24 به توان منفی 5، پایه 24 ایجاد میشد. قبوله؟ بعد این یکی هم پایه بود، میتونستی از اون تعریف ساده بکنی. تا اینجا مشکلی نیست؟ خب اما آخرین سوالمون، ما بچه کلی سوال خفن اینجا برای شما گذاشته بودیم، متاسفانه نرسیدیم. اینا رو نگاه، خیلی سوال خوبی بودن، متاسفانه اینو نرسیدیم. خیلی سوال خفن اینجا داشتیم. بیا
بیا ببینیم، بیا ببینیم، بیا ببینیم. اگر بچه های خوبی باشید، رفقاتون رو هم اضافه کنید. یعنی ما جلسه بعدی، مثلا این جلسه هلوش 180 نفر بودیم، من بیام اینجا ببینم بالای 200 نفریم، قطعا یه جلسه دیگه میذارم اینا رو میگم، یه سری فصل دیگه که مشکل دارید رو هم میگم، ولی من رفقاتون رو اضافه کنید، ما بریم بالای 200 تا. اصلا 80 تا بودیم، بریم بالای 200 تا. یه جلسه دیگه میذارم اینا رو تموم میکنم، یه فصل دیگه رو بهتون میگم، ببینم چی کار میکنید دیگه. بیا اینجا. آقا گفته این عبارت مساوی 105، این عبارت مساوی 105، ایکسش رو به دست بیار. حالا میخوام از تو سوال بپرسم، به من بگو ببینم توی توان وقتی منها داریم یعنی چی؟ توی توان منهاداری یعنی چی؟ تو توان منهاداری یعنی چی؟ یعنی تقسیم بوده، یعنی بوده 2 به توان منفی x تقسیم بر 2 به توان x. وقتی جمع داری یعنی چی؟ وقتی جمع داری یعنی چی؟ وقتی جمع داری یعنی چی؟ ضرب بوده 2 به توان منفی x ضرب در 2، این هم میشه 2 به توان منفی x ضرب در 2 به توان 3، این شده 105. تا اینجا مشکلی نیست بچه ها تا اینجا مشکلی نیست. خب فاکتور گیری بلد دیگه، الان کافیه از کی فاکتور بگیریم بچه ها؟ کافیه از 2 به توان منفی x فاکتور بگیریم، کافیه از 2 به توان منفی x فاکتور بگیریم. فقط یه دقیقه صبر کنید من این غلط تایپی نداشته باشه، من یه نگاهی بندازم. خب نرمست. خب بیا ببینیم، از 2 به توان منفی x فاکتور میگیریم، اینو برداری از این میمونه 1/2، از این میمونه 2، از این میمونه 2 به توان 3، یعنی 8 شده 105. خب اینجا کافیه یه مخرج مشترک بگیری، یعنی بگی 2 به توان منفی x مخرج مشترکش میشه 2 1 4 16، پس میشه 2 به توان منفی x ضرب در 21/2 شده 105. خب 21 با 105 ساده میشه، این میشه 5. پس از اینجا در چه میگیریم که 2 به توان منهای x بوده 10. سوال 2 به توان منهای x رو میخواست. حل بچه ها، بچه ها حله. پس چی شد؟ من چند تا سوال راجع به این بپرسم که خیالم راحت بشه. وقتی تو توان منها داریم یعنی چی؟ وقتی تو توان منها داریم یعنی چی؟ یعنی تقسیم. وقتی جمع داریم یعنی چی؟ وقتی جمع داریم یعنی چی؟ یعنی ضرب. پس این 2 به توان 3 8، اینم 2 تا میشه 10، اینم یه 1/2 میشه 1/2 میشه 10.5 یا همون 21/2. بعدش هم دیگه ساده سازیه. خب به من بگو ببینم چرا صورت شد 1 4 16 مخرج مشترک گرفتیم. به من بگو ببینم چقدر سوال 2 به توان منفی x رو میخواست،
چقدر یاد گرفتی امروز؟ چقدر یاد گرفتی امروز؟ چقدر یاد گرفتی امروز؟ همه اونایی که راضی بودن یه یک فرما بزنن، همه اونایی که راضی بودن یه یک بزنن. دمتون گرم، دمتون گرم، دمتون گرم. خیلی با دین، خیلی با مرامین. ایشالا باز ببینم بهتون.